میریم به کنگره آمریکا و همراه میشیم با همکارم آرش علایی. آرش، در خصوص این خبر بگو، گویا شبانه روز مهمی بوده برای ترامپ دیگه. روز گذشتم خبر خوبی داشته و امروز هم گویا همینطور. به نظر میاد آقای ترامپ یک شبه راه 100 ساله رو پیمود. مرزی میدونی در طول این یک هفته گذشته صحبت‌های زیادی پشت سر دونالد ترامپ بود، مخصوصا بین دموکرات‌ها که میگفتند ودیعه ندارد، پول ندارد نقد بگذارد برای یک دادگاهی که 454 میلیون براش محکومیت بریده بود و بعد حالا اون رو کم کرد به 175 میلیون دلار. ولی در بین دموکرات‌ها و بخش‌هایی از مطبوعات سوال این بود که آقای ترامپ چقدر پول دارد. ارزش گذاری بعضی از ساختمان‌هاش میگفتن خیلی بیشتر از اون است که واقعیت است و بعضی‌ها مسخره می‌کردن و میگفتن ایشون اصلا میلیاردر نیست. الان با فروش رسانه اجتماعی ترو سوشال که تقریبا از دیشب آغاز شده است، آقای ترامپ یک شبه به یک میلیاردر بزرگ تبدیل شده است. میگفتن نزدیک 60% سهام دارد در ترو سوشال. ارزش گذاری های اولیه این رسانه اجتماعی نزدیک 6.8 میلیارد دلار بود. الان که ما داریم صحبت میکنیم سهامش خیلی بیشتر از ارزش گذاری اولیه داره فروش میرود. الان نزدیک 67.8 دلار هست مرزیه، ولی صبح 78 دلار بود و روی سوشال میدیا وقتی شما میرفتی بسیاری بودن که تحریک میکردن یا تهییج میکردن مردم رو برای اینکه به قول خیلی از اونها اون چیزی که میگفتند حال دموکرات ها رو بگیرند، بیایند و این سهام رو بخرن، بیشتر بخرن، قیمتش رو بالاتر ببرن. سهامی که به اسم دی جی تی یا شرکت دونالد جی ترامپ دارد عرضه میشود روی بورس نزدک، با اینکه بسیاری از شرکت هایی که در کار ارزش گذاری شرکت های تکنولوژی هستند میگفتند تو سوشال اصلا اینقدر ظرفیت ندارد. پارسال کل درآمد و چرخه مالی تروت سوشال نزدیک 3.4 میلیارد دلار بوده است. حدودا نزدیک 50 میلیون دلار هم تروت سوشال ضرر داده بود، ولی الان نه تنها ارزش گذاریش که 6.8 میلیارد است رو شکسته، نزدیک به 10 میلیارد دلار رسیده است، بلکه بسیاری میگویند الان ارزش گذاری این شرکت هم سیاسی بوده است، بر ضرر دونالد ترامپ بوده است و الان همینجوری که میبینید بازار به شدت داره بیشتر این سهام رو میخرد. منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید چقدر این سهام بالا پایین میشود. مهم این است که آقای ترامپ دیگه فرقی نمیکنه واسش، وقتی این سهام رو بالاتر از قیمت فروخت دیگر فروخت، بعدا اگر سقوط هم کند ایشون مشکلی نخواهد داشت در این زمینه. خودش به شدت خوشحال به نظر میرسید، امروز گفت روز بسیار مهمی است. بسیاری از اعضای هیئت مدیره اون شرکتی که ناظر خواهد بود بر فروش تو سوشال از دوستان و همکاران قدیمی و بعضا اعضای خانوادهش هستند، پسر بزرگش جزو هیئت مدیره است، استیو منوچین وزیر سابق داراییش عضو هیئت مدیره است و حالا خواهیم دید که این هیئت مدیره کی با آقای ترامپ اجازه خواهد داد که از اون برداشت بکنند. خیلی کوتاه در خصوص این بگو که آیا خوش شانسی عملا یا شاید هم استراتژی پشتشه دیگه. در هر صورت در مورد ترامپ صحبت میکنیم همزمان این خبر با شایعاتی که قبل از این بود و نزدیکی انتخابات آمریکا. آقای ترامپ که واقعا خوششانس‌ترین فرد جهان هست و اصلا از وضع زندگی شما نگاه کنه، در یک خانواده میلیاردر به دنیا آمده بود. تمام داستان‌های مختلف زندگی آقای ترامپ رو ببینید، یک درصدی از شانس هم توش هست. اما خب اون کسی که حاضر می‌شود ریسک بکند در نهایت می‌تواند که برنده بازی باشد. افرادی که جرأت ریسک رو دارند در اقتصاد آمریکا می‌توانند به یک جایی برسند و دونالد ترامپ بارها و بارها نشان داده است جرأتش برای ریسک بالاست. ضمن اینکه حالا من فقط بخوام یک مقایسه ای انجام بدهم فروش ترو سوشال و اینکه چقدر این داستان سیاسی است، شما نگاه کنید شرکت ردیت، یک شرکت دیگر که حدوداً 20 سال است، اون هم در کار کامیونیتی های مختلف آنلاین هست، خیلی اونجا پست میگذارند. ردیت شرکت معروفی است، میگن ترافیک آنلاین 16 برابر ترو سوشال است، ولی هفته پیش اون هم ارزش گذاری شده بود کمتر از 1 میلیارد دلار. این خودش به شما نشان میداد که ترو سوشال و فروش سهامش چقدر سیاسی است. ممنونم از همکارم آرش علایی از کنگره ای آمریکا.